خب دوستان عزیز، سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. قبل از این برنامه برنامه‌ای داشتیم با دوستان، ویدیوهایی رو نشون دادیم. اگر بعداً چی شد سوربی؟ غیب شد؟ کجا رفتی سوربی؟ برگرد بیا، بی تو صفا نداره. بله اینم آمد. خب خلاصه چند تا ویدیوی قشنگ دوستان فرستاده بودن، حیف اون آمد که خودمون تنها نگاه کنیم، نشون دادیم، ولی روی فیسبوک هست و در برنامه‌های آینده بازپخش خواهد شد. و اما برنامه امروز چهارشنبه 14 دسامبر 2016 میلادی برابر با 24 آذر ماه 1395 ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو خواهیم بود و ایشون درباره الزامات تشکیل امپراتوری صحبت میکنن. یک کمی بحث فکر کنم داغ میشه و اگر دوستان مایل باشید میتونید در بحث ها شرکت کنید یا با خود ایشون از طریق فیسبوکشون تماس بگیرید. نگفته نماند که دوشنبه باز هم آقای دکتر نصر احمدی رو داشتیم، درباره قانون اساسی صحبت کردن. هر دوشنبه ها 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با من و شما خواهند بود و ایشون هم که تهیه کننده برنامه آقای چمنارا هستن، دعوت کردن از دوستانی که مایل هستن در این مواردی که اینها صحبت میکنن اونها هم بیان و نظری بدن. گفتن تماس بگیرید یا با آقای خود آقای نصر احمدی، دکتر نصر احمدی، تا ترتیب این برنامه ها به اصطلاح ترتیب شرکت شما در این برنامه ها داده بشه. امروز فکر کردم که ما بیایم این عکس اینجا بهشون میگن استین، کلمه استین برای لکه هم استفاده میشه. من از همین یادتونه میگفتن این قاشقا استینلس استیله، ما هم نمیفهمیدیم یعنی چی استینلس استیل، یعنی آهنی که لکه به خودش نمیگیره، یه نوع آلیاژ. اینجا این شیشه هایی رو که رنگ میکنن و تو ایران هم به صورت رنگ کردن نبود، تو ایران شیشه ها رو میبریدن و با شکل های هندسی مخصوصا تو شیراز مسجد نصیرالملک و اینها توی باغ قوام اینجاها خیلی زیاد بود، چندین حسن داشت. این حسنش این بود که همیشه تابلو زیبایی با نورهای مختلف صبح از شب اینجوری داشتی، بعد خب هم قشنگ بود هم میگفتن نور مستقیم اذیت نمیکنه، نور یه نواخ مجبور بشی مثل اینجا پرده بخری، نمیدونه پرده کرکره بخری یا اینا. در صورت من اینا که گذاشتم گفتم عجب دنیایی شده. من اولی که تلویزیون رو شروع کردم سال 2003 و آمدیم از اون تلویزیونایی که پشتشون به اصطلاح بک‌گراند داشتن، می‌خواستیم خیلی ساده، گفتیم خب یه چیزی بخریم بذاریم اینجا، بعضیا میگن پارتیشن. بعد دیدیم مثلا یه تیکه شیشه اگه ما بخوایم بخریم که رنگی باشه 600 700 دلار در میاد، تازه همیشه هم خطرش هست که جمعش که می‌کنی می‌ذاریش کنار یه نفر بیاد رد بشه پاش بخوره به این و بیفته بشکنه و شما دفعه دیگه 600 دلار 700 دلار از دست رفته باشه. و امروزه با این دستگاه که صدا و آدیو رو میکس میکنه شما میتونید این عکس ها رو هم هر جای دنیا که میخواین، عکس هر چیزی رو الان من توی یه لحظه میتونم شما رو از این تصویر ببرم به یه تصویر دیگه‌ای که چی بود تیوی دور فکر کنم نوشته بودن، این ببرم تون اینجا ببینید اصلا از اون رفتیم اونجا. خب اونایی که شعور ندارن فهم ندارن میگن آقا ببین سوربی 1,000,000 دلار جمهوری اسلامی بهش داده تا این استودیو رو ساخته، جمهوری اسلامی بره بخوره خودش که نمیره، کاسه گدایی دست این اون نگیره، همه جای خیابون اینجوری صدقه جمع نکنه و شما هم برید یک کم یاد بگیرید. منظورم شما نیست، منظورم اون احمق هاست. در هر صورت گفتم که دنیا چقدر تغییر کرده و ما هم اگر با دنیا با همون سرعت نریم جلو، تغییر نکنیم، واقعا عقب میفتیم و به اصطلاح هر روز هم بدتر و بدتر میشه. این برنامه همزمان داره از تلویزیون مردم پخش میشه، از صفحه فیسبوک خودم پخش میشه، از صفحه فیسبوک مردم تیوی هم
همین الان پخش خواهم کرد. بله، پیجی که من منیج میکنم اینجا می‌نویسم سربی با مردم. و اما راجع به این منیج کردن که بازم اینم مثل عاشقیه که عشق آسان نمود اول افتاد مشکل ها. ما وقتی میایم تلویزیون اولا میخوایم هر عیبی تو تلویزیون های دیگه هست اونو تو تلویزیون خودمون رفع کنیم، انگار که اونا مثلا عقب افتاده هستن، نادان هستن، نمیدونستن و ما خیلی روشن فکر، خیلی آزادمنش و ما خیلی دانشمند، دانا اینو میدونیم. بعد میایم میبینیم بابا اون بدبختا هم میدونستن، امکاناتش رو نداشتن. حالا چرا این من این رو میگم؟ همین برنامه قبل و اگه بعدن وقت کردید برید رو فیسبوک نگاه کنید ویدیوهایی که نشون میدهیم اینا. یه دوستی مدت هاست ایشون 40-50 سال پیش تو رادیو تلویزیون ایرانی بوده، نویسنده است، محققه، همینجوری آشنا شدیم از طریق اینترنت و اینها. اتفاقا در رابطه با تحقیق درباره یکی از کتاباش بود که حالا امیدواریم بعدن به زودی معرفی کنیم اینها، و ویدیوهای خوبی میفرسته. وقتی ویدیو رو فرستاد من گفتم این چه فکر خوبیه که این ویدیو رو که میفرستی شما یه برنامه بذاریم نیم ساعت یه ساعت شما این ویدیو رو به دیگران هم نشون بدی. بعد دیدیم ایشون نیومد، کار داره، گرفتاری داره، سفر داره و اینا. گفتیم خب کاری نداره که آقا، خودمون نشون میدیم، مگه این tash.o نیست این همه ویدیو نشون میده؟ ولی نمیدونستیم که بابا tash.o 100 نفر اون پشت کمکش میکنن، بعد هفته یه بار میخواد بیاد نیم ساعت ویدیو نشون بده، 7 روز 24/7 پروداکشن پشت سر اینه، پول پشت سرشه، نه من بیچاره که صبح ساعت 6 ما بدوام برم به کارهای خودم برسم، بعد بدوام بیام دوش بگیرم بیام بشینم اینجا برنامه خودم رو اجرا کنم. حالا برنامه خودم این ماجرای میگفت خرکی لنگ لنگان نمیدونم باری رو به مقصد میرسوند و اینها، ما اینجوری شدیم دیگه، حالا لنگ لنگان این بار رو به مقصد میرسونیم و خیلی هم خوششون اومده، خیلی هم بدشون میاد. اونایی که بدشون میاد خیلی نادانن که وایسادن باز نگاه میکنن. خب برین یه چیزی که خوششون میاد نگاه کن. اونایی که خوششون میاد لابد مثل خود من دیوانه هستن، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، منم ازشون ممنون. ولی بذارید یه چیزی رو براتون بگم. یه دوست نازنینی دارم تا حالا 2-3 بار بدونی که بخوام بهش پریدم و این رو از خودم ناراحت کردم. اولا توی برنامه من گفتم پتیک جانور عجیبی هست، باید میگفتم موجود عجیبی هست، چون موجود که بگی فرشته میشه باشه، نمیدونم از ما بهترون میشه باشه، حالا جانورم والله این جانورا خیلی از ما بهتره. حالا بذارید بهتون بگم چرا من اینجوری صحبت میکنم. اولا من خیلی خودمونیم. توی شیراز ما با دوستامون وقتی میخواستیم بگیم که این طرف خیلی آدم زحمت کشیه، میگفتیم آقا این پسر حمالیه، یعنی از صبح تا شب داره کار میکنه. بعد دیدیم بابا این تهرونی ها وقتی میخوان به یکی توهین کنن میگن حمال، نه که خودشون کار نمیکنن، بچه سوسول هستن، نه همه تهرونی ها. وقتی یه نفر باربره بهش توهین میکنن میگن حمال. فهمیدیم که آقا نگیم بابا این طرف حماله، بگیم آدم زحمت کشیه. وقتی ما میخواستیم به یک کسی اعتبار و کردیت بدیم میگفتیم آقا این پسر عموی منو میبینی؟ جانوری هست که نگو نپرس، بهش بگو 3-3 میشه اینقدر بلان میکنه، 6 رقم ضرب در فلان جمع میکن. اینا دیگه عادت کردم آقا. البته پتیک گفت من ناراحت نمیشم، ازش ممنون. حالا پتیک لطف کرد یه پیامی برای من گذاشت، اینم بعد از چند بار که یه چیزایی رو نوشته بود قرار بوده من بخونم، نمیخونم، وقتی میخونم بد میخونم، اشتباه میخونم، همینجور دنبال دار میشه و اینها. مثلا ماجرای اون آقایی که یه ماشینی اختراع کرده تو ایران که یا با برق کار میکنه یا با هیدروژن و اینها و نمیدونم. و بهتون بگم دوستان، خیلی از این دوستان که فکر میکنن یه چیزی رو اختراع کردن، اختراع نکردن، این قبلا اختراع شده. حالا اون دوستمون اگه آمده واقعا نادانسته فکر میکنه تازه اختراع کرده، خب بمانه. خیلی هاشون قلابی یه چیز دیگه ای رو، آقا من تو آلمان بودم یه آقایی بود، حالا اسمشو نمیبرم، این با بودجه ایران و نمیدونم چی دلارای چی بود چی میگفتم موقع مارک بود، میومد چیزایی تو آلمان میخرید، مثلا صافی و یه چیزی که زیرش بود،
یه دونهشو می‌خرید می‌برد ایران، اینو می‌زد به اسم خودش قالب می‌ریخت و اینها می‌فروخت تو بازار، امتیازش هم مال خودش. خب این دزدی می‌کرد. اون وقت وقتی اومد آلمان میگم من اینجا فقط نون و ماست می‌خورم چون چیزهای دیگه‌شو نمی‌دونم حلال یا حرومه. البته نمی‌خوام بگم هر کسی بچه‌ش مریضه، هر کسی طورش میشه اشکال داره. ولی همین آقا که این پولا رو اینجوری اینجوری دزدید و فلان، چرا میگم دزدید؟ برای که مثلا 100 تا یخچال باید میبرد ایران، میومد ما نمیفهمیدیم. این میگه آقا شما که اینجا هستید تا من میرم تهران رو برمیگردم، هر کدوم از این بچه ها یخچال کهنه داره و اینها، من ازشون 10 مارک 20 مارک میخرم. اصلا ما کار یه سری شده بود این بریم تو خیابونا یخچال پیدا کنیم بکشیم بیاریم بزنیم تا این آقا که میاد بخره ببره ایران. بعد گفتیم چرا یخچال کهنه میبره ایران؟ گفتیم خب لابد نیست تعمیر میکنن. نگو این پدر سوخته، این حرامزاده، که واقعا بابا آخوندا تنها نبودن، اینا هم بودن که مردم بدبخت کردن. این بودجه ای که میگرفته میمده یخچال 100 تا میخریده، اینا رو از تو کارتون یخچال های نو در می آورده میفروخته به اون آلمانی هایی که اینا رو تو فروشگاه ها میفروشن، احتیاج به کارتون ندارن، کارتون و یخچال های کهنه رو میچپنده توش میبرده ایران که نشون گمرک بده که اینها من ثبت یخچال آوردن، وزنش هم فلان، اونا که باز نمی کردن ببینن این نو یا کهنه است. اون وقت این جانماز ها میکشید. ولی بعد بچهش بدبخت فهمیدیم قلبش یه مرضی داره که آمدن و یه دستگاه چیز گذاشتن، اون موقع پیس میکر اینا ما بلد نبودیم، یه دستگاهی گذاشتن که به اصطلاح دریچه قلبش و ضربان قلبش و اینها رو چیز کن تنظیم کن. بریم با هم پیام پتیکو بشنویم، بعد منم اینجا قلم کاغذم رو ور میدارم، به خودشم نوشتم قلم کاغذت حاضر کن چون من میخوام امروز نقنق کنم. آدم بعض وقتا وقت نقنق میکنه راحت میشه، چون یه چیزی توی قلبش روی شونه هاش فشار میاره. و من برام خیلی جالبه، تقصیر خودم هم هست. مثلا یه دوستی میاد مثل آقای حسن خزائی با حسن نیت، همه امروز هم دو بار زنگ زد، یه بار پیام گذاشت، یه بار صحبت. آقا یه همچین کاری بکنیم؟ من میگم بله شدنیه. بعد خب فکرم هم اینه که یه همچین کسی که یه همچین برنامه داره خودش هم میخواد بیاد انجام بده، ما اینجا فقط کار کمکمون زیاد، یعنی کار تکنیکیمون بیشتر میشه. بابت اون کار تکنیکی هم ایشون یه مبلغ میده دیگه، اگه انصاف داشته باشه. که حالا آقای خزائی بدون که اصلا برنامه داشته باشه، بنده خدا الان مدت هاست ماه هاست داره به تلویزیون مردم کمک میکنه و حمایت میکنه. نه آقا ماهی میلیون نمیده ها، خودش هم بارها تو برنامه گفته ماهی 30 دلار میده، ولی ارزش داره. چرا؟ آدمیه که با دو چرخه میره و میاد سر کار، مثل اون دوستمون نیست که بره با آقای نمیدونم فلانی عکس بگیره و پالتو نمیدونم فلان و کراوات فلان بعد بگه من پناهنده هستم پول نداره. با دو چرخه میره سر کار میاد، ولی ماهی 30 دلارشو میره مانی اورده 5 دلار نمیدونم چقدرم میده، میره پستم 8 دلار میده برای ما میفرسته. خب بیایم سراغ پتیک، که پتیک معمولا برنامه‌ی منو بعداً نگاه میکنه چون الان سر کاره و ببینیم که چه خواهد شد. شماره تلفنش و پیامش اینجا فکر کنم این باشه، ببینم خودتی از 818 ببینیم که نه این نیست، این یکی. پاپو جون سلام، پتیک هستم. در مورد انداختن ماشین به صد توسط مهندس اختراع و اظهار شما از بابت جریمه کردن آن، لازم است توضیح کمی بدهم. معلم خوب آن است که هم تنبیه کند و هم تشویق. تنبیه به جا باعث می‌گردد که شخص به خود آید و اشتباه نکند، تشویق هم به جای خود دارد. جریمه بابت ریختن آشغال به سردی که برای آب و برق مردم ساخته شده است کاملا صحیح است، ولی کار عظیمی که این فرد انجام داده قابل تقدیر و بررسی است. ویدیویی که این مهندس تهیه با آقای آدم پور ارائه کردن باید بررسی دقیق شود و حق ایشان که در این مدت 40 سال ضایع شده است برگردان بشن، نمانند آن سماورساز بدبخت اسفانی زمان امیرکبیر که هم پول را پس گرفتند و هم کورش کرد. دو شب پیش CNN لوره سوپر قهرمان سال 2016 همینجا یکی یکی گفت و شنود داشته باشه. در رابطه با اون ماشین خوشحالم که با من تو اون قسمتش به اصطلاح هم عقیده هستی که ایشون
نباید این ماشین رو مینداخت تو سد، برو آقا پارکش کن کنار خونت تا نمیدونم مورچه و زنبور و گربه و فلان انقدر ازش استفاده کنه خراب بشه. چرا مینداخت تو سد؟ زنگ بزنه خراب بشه، یه راهی رو ببنده، یه جایی رو دمیج کنه. در قسمت اول که چون ایشون 40 سال کار کرده، کی باید به این حقشو بده؟ کی باید بهش حق بده؟ وظیفه دولت هست، یه وزارتخونه داریم، وزارتخانه مخترعین نداشتیم، نداریم. وقتی نداشتیم نداریم، این آقا از این آخوندا که دیکتاتور و دوز و آقازاده و فلان هستن انتظار داره که بیان پول خرج کنن اینو بسازه که اینا هم دیگه نخوان نفت بفروشن. آخه انتظار بی خود وقتی داشته باشیم همین میشه، افسرده میشیم، بعد از افسردگی تازه ما میام کار خلاف میکنیم. ایشون آدم خوبی بوده، این اختراع رو که حالا اگه تازه اختراعشو به بازار آورده بود ممکن بود 100 نفر بگن آقا این که اختراع نیست، ساختن، نمیدونم الان ماشینی که با هیدروژن کار میکنه و آب میده، ماشینی که الکترونیکی هست، ماشین فلان اینا. پس ما یه مقداری احساساتی هستیم، اونم کجا؟ الان آقایی بلند شده از زندان ایران، از در رفته، پیمان عارفی یا عارف پیمانی هم چیزی توی فیسبوک الان هست، بلند شده اومده ترکیه، فکر کرده تا میاد ترکیه الان دنیا در اروپا، میدونی اروپا، ترکیه به اصطلاح هم آسیا هم اروپا، فکر میکنه الان در باز شده و این رسیده تو ترکیه، گویا اومدن بگیرنش، بعد اونجا زنش و اینا در قفل کردن، بعد دارن فیلم برداری میکنن، بعد میگه آهان درسته که ما تو ترکیه هستیم، ولی سفارت ایران تأمین جان ما وظیفه اوناست. آخه شما به من بگید تو ایرانی که روز روشن زورگیری میکنن، زورگیری بهش میگن، میاد طرف، مادر من چندین سال رفته بود ایران، زانوش از این آهنی هاست، فلزی هاست، را رفتن براش مشکله، کیفش سر شونش بوده داشته را میرفته، دو تا موتورسیکلتی میان میزنن اینو، حالا انقدر یا احمق بودن فلان، کیفرم نتونستن ببرن، یا مادر من ریاکشن میدونید، یعنی عکس العمل سریع داشته، اینو گرفته باعث شده خودش بیفته زمین، افتاده زمین، الان دیگه میترسه، وحشت میکنه بره توی ایران تو خیابون، یک ایرانی توی خیابون ایران وحشت میکنه بره بیرون. اون وقت ما انتظار داریم در ترکیه جان آقای پیمان عارف توسط سفارت ایران، که تو سفارت ایران نمیدونم این حالا همون آقایی که بهش تجاوز کردن یا چوبش زدن شکنجش کردن، چون دیگه انقدر زیاده دیگه نمیشه نمبر بگیریم، ما انتظاراتمون از این افراد زیاده، به خاطر همین بیشتر ناراحت میشیم. تا اینجا ممنون، متشکر. اگرم بحثی دیگه داری همین سیستم پیام گذاشتن. اولا شما ببین با این 2 دقیقه پیام گذاشتن، 2 دقیقه و 8 ثانیه چه لطفی به من کردی. اولا یه صدای دیگه میاد تو این تلویزیون، یه نظر دیگه میاد، بعد اگه این برنامه اینجوری را بیفته من قشنگ اونو میذارم تو این فاصله یه جرعه آب مینوشم. شما نگاه کنید روزای جمعه من 4 ساعت میشینم جلو این چراغ، 2 ساعت با دوستان کانون آوا، 1 ساعت برنامه خودم، 1 ساعت قبلا آقای دکتر افشارا بود یا دوستان دیگه بوده، اگه نباشم خودم. بابا دیگه توان و کشش نداریم، ولی همون لنگ لنگان گفتم این بار رو داریم میکشیم. اگه باری باشه، اگر هم یک کسی بگه آقا داری بی خود خرهمبانی میکنی، خب اون نظرشه، نظرش هم محترمه، اگه برای من محترم باشه ولش میکنم این کارو میرم، ولی هنوز نظر اون برای من، میگم اون نظرش، نظر من این. بشنویم پتیک رو از کالیفرنیا. به جیسون آریستا زابلا کلمبیایی استاد، این فرد خود سوپر قهرمان است. بله، یه برنامه‌ای توی CNN که یکی از کانال‌های آمریکا هست و الان چند سال خیلی افتضاح شده، این کانال قرار بود 24 ساعت خبر پخش کنه، الان دیگه یه جون خبر نیست، شده مدرسه موش‌ها. این تلویزیون پارس هست، آقای میبودی
4 5 نفر جمع میکنه، همه بیکار، همه دارن حقوق میگیرن، بعضیاشون حقوق اینجا رو میگیرن، حقوق ایران هم میگیرن، اینا هم همینجورن. یه عده‌ای رو تو واشنگتن و آتلانتا و اینا جمع میکنن. خب چی شد حالا امروز ترامپ؟ آقا ترامپ گورو پدرش داره اعضای مجلسش رو چیز میکنه. CNN دارم میگم، یه برنامه‌ای گذاشتن که این برنامه هنوز تولیدیه، یه کاری انجام میدن، مثل اونای دیگه نیست. از شما میای باهات صحبت کنم، بله بیشین اینجا، 6 تا این و 6 تا اون و با هم دعوا میکنن، گاهی وقتی هم حرف میزنن، من میزنم کانال کمدی گوینا گوش میدم. بمانه CNN یه برنامه‌ای داره الان سالها، از من و شما که بینندش هستیم، میخواد که قهرمان‌ها رو معرفی کنه، قهرمانهایی که ما به نظر اون میرسه اینا قهرمانن، نه اونی که وزن برداره، نه اون که بوکسوره، نه اون که فوتبالیسته، اونا که توی یه شرایط دیگه انتخاب میشن، پولای کلون میگیرن، برنامه خودشونو دارن، آدمای معمولی که یه کاری میکنن که اینها کارشون قهرمانن. و این برنامه فعلا برنامه خوبیه. اوکی، حالا ببینیم آقای پتیک دوست ما که این برنامه رو دیده چی میگه. بفرمایید. دو شب پیش CNN لوحه سوپر قهرمان سال 2016 رو به جیسون آریستا زابلا کلمبیایی اهدا کرد. این فرد که خود علی می باشد 15 سال است در گاراژ منزل مادرش به افراد ناقص العضو کمک می کند و به زودی مدرک وکالت خود را دریافت خواهد. آفرین بر چنین اشخاصی. مانند این افراد در جامعه ما زیاد است، مانند آن معلم یزدی و آقای سفر داد و غیر. درست است که تلویزیون شما در حد CNN نیست، ولی همونطوری که خود گفتید هر قدم کوچک هم برداشته شود خوب است. چه اشکالی دارد در هر برنامه 5 دقیقه به این افراد اختصاص دهید؟ شاید افراد خیر پیش قدم شده و قهرمان مردم کیوی را انتخاب کنند. تو نیکی میکن و در دشته انداز، شاید ایزد در بیابانت دهد باز. متشکرم. بسیار ممنونم. میگن هیچ سوالی به اصطلاح نباید بدون پاسخ باشه، و همیشه من گفتم هر سوالی دوست دارید بفرمایید، من یا جوابش رو بهتون میدم، یا میگم نمیدونم، یا میگم نمیخوام در این مورد صحبت کنم، ولی جواب این رو من به شما میدم. شما سوال کردید چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی. شما تو هر برنامه، یه لینک، یه نوشته، یه عکس، یه مطلب بفرست درباره یه نفر، من میخوام. اگر واقعا میپرسید چه اشکالی دارد، اشکالش اینه که شماها هم کاری نمیکنید. اشکالش اینه که شما وقتی این رو توی CNN دیدید به فکر افتادید برای من بگید. 3 بار من و شما با هم ایمیل فرستادید، میگم آقا من میرم میزنم CNN، اون برنامه هیرو جیسون میاد از اول تا آخرش رو من نشون میده، که این خانومه هم اشکش در میومد، چشماش گفت عجب من ریمل بعدی زدم آب را میفته. شما به جایی که لینک اون قسمتی رو که خودت دیدی برای من بفرستی، آدرس به من بدی، تازه شما دوستم یا میدونی تو مغز من چی میگذره، به جای اون برمیداری میندیسی که من لرم و از کامپیوتر چیزی نمیدونم و اینها، ولی اسم جیسون اینو که بزنم میاد. آقا من این جیسون همین الان فامیلیش نمیتونم تلفظ کنم، نمیدونم فارسی الوارزه چیه، ببخشید یعنی به فارسی می‌نویسید یا به چی؟ کاکو جون قربونت برم، اگه این لینک رو برای من میفرستادی راحت تر نبود؟ یه جوکی براتون بگم. یه نفر به یه نفر گفت ساعت چنده؟ گفت 45 دقیقه از ساعت گذشته. طرف گفت آقا این که حالا مشکل من زیادتر شد، شما به جایی که بگی 45 دقیقه از ساعت گذشته، انگلیسی ها اینو میگن 45 after یا هم چیز، آقا میگفتی مثلا 5:45، من حالا تازه باید یه ساعتی دیگه پیدا کنم بفهمم ساعت چنده تا بعد بفهمم 45 دقیقه بعد از اون چنده. هیچ اشکالی نداره، ولی من روش کارم سالها اینه. اون روزم تو برنامه گفتم، اون وقتا
به تلفن و روزنامه ها ما برنامه هاونو میچرخوندیم، روزنامه هایی که دستمون میمد کتابی نوشته ای، بعدم تو برنامه ها تلفن میزد، از اینا برنامه میساختیم. الان به نعمت اینترنت برنامه هامون از اینترنت ساخته میشه، چیزایی رو که دوستان برام میفرستن، نه اینکه آقا من اون شب داشتم کار میکردم سی ان ان هیرو رو ندیدم. شما که دیدی برای من اون لینک رو بفرست، بعد من توی برنامه اونجایی که جا داره نشون میدم. من رفتم به شما گفتم ندیدم دیشب ولی امروز نگاه میکنم، رفتم 10 تا ویدیو دیدم، بعد سر میزم که با مادرش نشسته بود وقتی اون جایزه چوبی رو داده بودنش و اینها دیدم، ولی اون قسمتی رو که بعدن شما به من گفتی و امروز رفتم فرستادم ندیدم. آها والا بلا نکنیم این، اینا میگن پرژدیست نباشیم، یعنی پیش قضاوت نکنیم. خود من از صبح تا شب دارم درباره همه پیش قضاوت میکنم که آقا این حتما این کار کرد اونجوری، اون حتما این کار کرد اونجوری، این پیچی جلو من منظور داشت، آقا بدبخ اصلا نمیدونه شاید جاده رو گم کرد. در هر صورت دوست عزیز شما از امروز و حالا بگم این CNN همین الان که این برنامه رو پخش کرد برای سال آیندهش، از همین امسال بیننده ها دارن اینپوت بهش میدن، یکی مینیسه آقا معلم من قهرمانه، یکی مینیسه پسر نمیدونم همسایه من قهرمانه، یک اون وقت چندین نفر اگه نگم چندین صد نفر در کار تولید این کار میکنن که فلان دوربین رو بفرستن، این که پسر مال کجاست، کولومبیاست یا هر جایی، بره اونجا فیلم برداری کنه از زندگیش. اینجوری نیست که، هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی دارد روزی 5 دقیقه ما نشون بدیم؟ هیچ، شما بفرست من نشون میدم که منم بدونم قشنگ چهارشنبه تا چهارشنبه 10 دقیقه با قهرمانان ایرانی خواهیم بود. این برنامه هم توسط آقای پتیک که واقعا یکی از اونایی که ماهیانه کمک میکنه، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم پول ژانویه و فوریهش هم داده، ضمن این که بعضی هایی که برنامه دارن یا میخوان برنامه بخرن، بهتون گفتم طرف آقا چونه میزنه که من میتونم برای هر لینکی 1 دلار بدم، اونم 1 دلار استرالیایی. آقا میشینه جلو نور و دوربین و اینها فیلم درست میکنه، 28 نفر میبینن، اگر 26 تاش خودش نباشه هی تکرار کرده باشه. میگم خب آقا 10 دلار بده اینو، مثل اینایی که میذاریم رو فیسبوک 1300 نفر ببینن. نداریم بابا، شعور و فهم نداریم. شما رو نمیگم، ما اون دوستمون 10 دلار از قبل بدهکار بوده، 100 تا بهونه آورده، نمیدونم که کردیت کارتم کار نمیکنه، اکانت پیپالم بستن، اینو بستن اونو بستن، بعدن میگه تازه این 10 دلارم استرال. گفتم آقا بدش اصلا برای خودت، من نمیخوام بابا، والا بلا اینجا چی میگن، یه مشروب میخوری میری یه جا آبجو میخوری، هپی آوره، دوست برادرت زنگ میزنه میگه که من فلان جا هستم میای اونجا، صدای طرف میزنی میگی که مثلا چکم چند شد، میگه 3 دلار، 10 دلاری میذاری میای، چون هم یه دختریه، یه پسری دانشجوه یا یه مردی کارمنده، حالا شغل دومشه. اون وقت 10 دلار طرف فعال سیاسی فرهیخته جامعه ما میشینه تو تلویزیون برنامه میذاره، تلویزیون که نه الان 20 ماهه، برای که مای 100 دلار نده به ما، آویزون کرد خودشو به یه پسری، پسرم آمد تمام زندگیشو ریخ به هم، کامپیوتر و مامپیوتر و اینها، کارشون به دادگاه کشید، حالا هر وقت میریم این تلویزیون ما هنوز به صورت آزمایشیه و اینا نمیفهمن. شما اگه ببندیش بهتره، اینه که مادام بگی آزمایشیه، چون دیگه هیچ کس بعدن نمیاد. ولی عزیز من هیچ اشکالی نداره، اشکالش اینه که من احمد وقتی اون دوستم ویدیو میفرسه با هم صحبت میکنیم، فکر خوبیه چون شما تجربه داری، بیاین این کار انجام بدیم، نمیدونم شروع کنیم، بعد دیگه نمیاد، من همینجوری خودم رو مدیون میدونم که اینو امروز بیام نشون بدم و دادم و دیگه این کار نمیکنم. آقای حسن خزایی وقتی میاد میگه آقا چقدر خوب میشه ما روزی 10 دقیقه اخبار بگیم، میگم فکر خوبیه،
و هممونم یا همتون برای خودتون عذرتون موجهه. عذر میخوام اینو میگم، آمریکایی‌ها یه مثالی دارن میگن عذرهای موجه مثل 9 تا سوراخیه که آدما دارن و هر کسی داره، یعنی هر کسی 9 تاشو داره حداقل. دوست عزیز من کی گفتم اشکال داره؟ شما 6 ماه یک بار قهرمان ایرانی انتخاب کن. ولی چجوری شما بنده خدایی که عکس برای من میفرستی روزی یک شنبه هم یا بالای نردبونی یا داری جک همر میزنی کار میکنی، هرچی هم کار میکنی داری به این و اون کمک میکنی، که یادت میمونه که درست روز سه شنبه بیام یه چیزی بفرستم که چهارشنبه سوربی نشون بده؟ امیدوارم شما مثل دیگران از من ناراحت نباشید، چون دیدید دکتر نصر احمدی دوشنبه گفت چی؟ گاهی سوربی شما حتی دوستانت هم میگن اینج... گفتم آقا دوستان من اگه میگه من دوست سوربیم ولی بدی منو میگه، اولش اینه که پول منو خورده. یکش این آقای حسیبی، این حسیبی که از صهیونیستای اسرائیل بدتره، از زمین خاری، از نزول خاری. و بیچاره اون آقای هنرپیشه بود ایرج رستمی، به من گفت آقا مواظب این باش. خب همین آقای حسیبی وقتی اینجا برنامه داشت، برنامه‌ای رو که آقای بنی صدر دعوت میکرد، یا اون آقای کی بود از ایران، رئیس دانا رو دعوت میکرد و اینها، هر دو هفته یه بار زنگ میزد گریه میکرد که آقا یه سری زمینام فروش نرفته، بدبختم، فلانم، یه تخفیف دیگه میگرفت از من. آخر یه روزی یه نفر که با من دشمن بود یه نامه فرستاد، گفت نگاه کن ببین حسیبی هم همینو میگی درباره تو. برای حسیبی فرستادم، نزدیک بود سکته کنه. آخه آقای نامرد، آقای ایکس، آقای ایگرگ، خانم نمیدونم وای، هرچی، وای ایگرگ یکی، چرا همچین کاری میکنی که وقتی نامه رو نشونه میدم سکته کنی؟ و من دیدید من هیچ ترسی ندارم. گفتم بله، همین آقای مصطفی زاده دوست منه، سر یه موضوعی که الان یادم هم نیست، سر اون کتابی که ایشون فرستاد، پول گذاشته بود توش، کتاب نرسید، به من میگه برو پستخونه بگو که من که آقا برم پستخونه بگم یه کتاب قرار برای من بیاد، این شمارهش، میگم بابا این شماره مال آلمانه، DHL فلان نیست که، مال پستخونه فلان. تازه اگه DHL هم باشه با برم DHL، بعد اینجوری نیست، معمولا فرستنده. همین امروز من یک سازدهنی اوردر دادم، سفارش دادم، قشنگ برام نوشته که امروز اوردر ندادم، امروز نگاه کردم، نوشته بین 14 دسامبر تا 5 ژانویه این میرسه. من که خریدم، من که پول فرستادم، اونا در مقابل من مسئولن، من باید نگاه کنم. ایشون سر این ماجرا شد دشمن خونین ما، فوش هامین بهش به من، منم جواب میدادم، هممون فوش بلدیم. ولی بعد یه وقت فکر کردم گفتم اصلا من دشمنی با ایشون چیه؟ آشتی کردیم. خب بله، حالا آقای مصطفی زاده، آقای دکتر افشارها سر یه صحبتی لابد با آقای نصر احمدی صحبت کرده. آقای نصر احمدی، من بدترین موجود روی زمینم، الان تنها کسی هستم که این میکروفون در اختیار شما گذاشتم، شما از این میکروفون استفاده کن. بیا دیدم اتفاقا مثلا 1300 خورده نفر از تلویزیون مردم فقط به شما مراجعه کردن، وبسایت مردم تیوی، فیسبوک خودت، جاهای دیگه نمیدونم. اینا رو نگهدار، چه کار داره که این سوربی بده یا خوبه؟ آقا سوربی بده، ولی قلبت اگه درد میکنه و این متخصص قلبه، اون موقع میگی خوبه یا بده؟ میری قلبتو جراحی میکنی و بعد تا موقعی که یه خوبیشو پیدا کنی که پسر پیغمبر باشه، پسر نوح باشه، شما فعلا با همین گاری شکسته دوام بیار. اینم از این. تشکر از پتیک، پیامشو پخش کردم، درباره آقای حسن خزایی گفتم. تشکر از منوچهر از بوستون، نگاه کنید دوستان، 10 دلار هر ماه. منوچهر این ماه نرفتی بانکا، پول نو نیست. اوکی. 10 دسامبر 2016، آقای سوربی سلام، فردای بعد از اولین برنامه شما با آقای حسن فیروزی کامپیوتر من دچار ویروس شد، البته از طریق برنامه شما ربطی نداشت، تکنسیان استیپل گفتم اینو پاکسازی کن کل کامپیوتر رو، گفت زمانی طولانی احتیاج است که باید صبور باشم.
حال در خاتمه مبلغ 10 دلار برای ماه دسامبر ارسال می‌دارم، برقرار باشید منوچه. این آقای منوچه یه آدم مسنی هست. چند ماه پیش به من گفته بود که شغلش به اصطلاح در خطر تعطیل شدنه، نگران شغلشه، ولی نمیگه من این 10 دلار سربی رو ندم شاید ماه آینده بیکار شدم. شاید الان بیکاره ولی این 10 دلار رو میفرسته. مثل اون دوستمون نیست که بگه من به شما به من تخفیف بده، من میخوام به سازمانهای خیریه کمک کنم. آقا مگه من خودم چلاقم؟ بعد شما وقتی به اون سازمان کمک میکنید میگید این 5 دلار رو من از طرف سربی به شما میدم؟ ما اشکال داریم، فرهنگی اشکال داریم. والا برنامه این آقا 20 روزی چند ساعت این تلویزیون بازه، هر برنامه میخوای بفرست، همین فیلمه رو مال CNN لینکش بفرست، من از اول تا آخر نشون میدم. حالا برگردیم ببینیم چی بوده ماجرا. ماجرای CNN هیرو، این آقای جیسون خودش از اینایی که چی بهش میگن؟ اپیلپسی میگن، اینایی که دست و پاشون فلجه یا مشکلی دارن و اینها، من اینا رو این مرضا رو بلد نیستم. اینا توی مذهبشون، توی باورشون، توی فرهنگ غلطشون فکر میکنن که خدا این رو پانیش، یعنی داره تنبیه میکنه. میدونی که این مرتکه احمق مال کلاب 700 پترسونه که توی هیتی که زلزله اومده بود میگه اینا برای که خدا رو نمیپرستن خدا اینجوری پانیش کرده. احمق، اگه خدا قدرت داره خدا برای اینا یه چیزی بفرسه از گرسنگی بیان بیرون، بعدم بگه اینو من بهتون دادم دیگه. اون موقع اگه اینا نه خدا پرست نشدن، اون موقع نابودشون کنه. این پسره را افتاده میگه آقا من به مادرم گفته بودن این میشه یه وچتبل گوشه خونه میمونه، ولی من این کار قبول نکردم، بلند شدم شروع کردم حرکت کردم این ور اون ور، تازه به دیگران هم کمک کردم. این جاییه که پتیک دوست داره کار کنه. من میدونم پتیک، اصلا میشناسمش، مغزن میشناسمش. اینم کسی بوده که تابستونا مثل من باید میرفته، حالا یا به عنوان شاگردیه با باش، یا به عنوان اینم سفر تابستونه ما بوده، توی کامیون بدون ایرکاندیشن و گرما بشین از این گاراژ بارکشی به اون بارکشی بود. این فکرش اینه که یه همچین کاری هم ما انجام بدیم. اگه من یه اشکالی دارم، یه مریضی دارم، دستم به دولت، جلو دولت نباشه، دستم به آدمای دیگه نباشه، نگم خواهر پامچلاق خیلی خوب دلیلیه برم تو خیابون گدایی کنم. طرف رانندگی میکنه، کمک میکنه، تو گاراژ خونهشون شروع کرده به دیگران کمک، ولی الان یه جایی مثل بیمارستان میره فیزیوتراپی. فیزیوتراپی میدونید که اینا که ماهیچه هاشون ضعیف میشه و اینا، میگن اگه هر چی استفاده نکنه هی ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. حتی شما اگه میری بیمارستان یه پاد میشکنه، دو ماه سه ماه قرار تو گچ باشه، میان به زور هی حرکتت میدن. شما دیدی تو بیمارستان فردای روز جراحی میگن بلند شو راه برو، هی میگی درد دارم، میگی ببین اگه راه نری خون توی رگات لخته میشه، سکته میکنی، اومدی اینجا که جراحی کنی بری سالم باشی، یا اومدی اینجا جراحی کنی پات خوب بشه ولی سکته کنی، با وجود که یه چیزی هم بستن هی هوف هوف پاتو فشار میده که خون بره بالا و اینها، ولی باز این کار انجام میده. در صورت این آقای جیسون که الان فیلمشو بهتون نشون میدم، خب گفت حلالزاده، آقای مصطفی زاده، میگه الان اگر شک داشتی، من از ایشون پرسیدم برای روز جمعه چند دقیقه وقت لازم دارید تا درباره دکتر نصر احمدی صحبت کنید. قبلا به من گفته بودن که بستگی داره شما چه سوالاتی بکنید. من سوالی ندارم، شما درباره یه موضوع میخواین صحبت کنید، بگید درباره اون موضوع 10 دقیقه 15 دقیقه میخوام. من اگر سوالی کردم بعد دیگه اون ادامهش برنامه از زمان منه. وقتی از ایشون سوال کردم نوشته صبحی جان سلام، بسیار ممنون از اینکه من اطلاع دادید، هم دوستمون، دوست مشترکمون شیرزاد، و که هر شخصی در تلویزیون درباره من صحبت کنه لینکش رو برام میفرسه، از آمریکا هم دوست دیگری این رول را در حق من انجام میدن. من فرمایشات و فرامین ایشان را شنیدم، برنامه جالبی بود. حالا چرا من چون گفتم جمعه آقای مصطفی زاده بیاد تو برنامه ما درباره اون گله‌ای که داره صحبت کنه، و ضمناً گفتم آقای دکتر نصر احمدی دوشنبه هم درباره شما صحبت کرد، اگه این رو هم ندیدی این رو هم ببینید، قشنگ یادداشت بنویسید
مثل من که نوشتم تشکر از پتیک، پیامش پخش بشه آقای حسن خزائی و الاخر، و شما بنویسید بیان صحبت کنید و چند دقیقه وقت میخوان، چون هم دکتر ماسالی ممکنه اینجا باشه جمعه، هم یک دوست دیگه ای که هنوز میدونید دوستان حالا شاید بیان، ولی 50% مطمئن نه، همیشه 50-50 است. مثلا ایشون نوشته من فرمایشات شنیدم و اینها، برنامه جالبی بود. صبح جان مهم نیست، چون این جمعه گرفتار هستید در وقت دیگری مزاحم خواهم شد، شاید چهارشنبه و یا هر زمان که شما صلاح بدانید، و یا اینکه مطلبم را با ایمیل به صورت بسیار کوتاه خدمت شما ارسال میکنم. اما من برای شروع برنامه اون بعدن اون یه موضوع دیگه است. به نظر من از ایمیل بهتر خوبتر پیام تلفنی هست، و اگه پیامتون از 3 دقیقه بیشتر هست لطف کنید با شماره 703-957-6150 تماس بگیرید، 10 دقیقه رو اون میشه پیام بذارید. پیام که بذارید اینجا من دستم بازه، میدونم کی موقعشه، کی پخش کنم و بهتره. در اصل اینم از این دعوت ما هنوز برجاست جمعه، و اگه خواستید میتونید بیاین. به نظر من فکر کنم دیگه 10 تا ماکسیموم 15 دقیقه کافی باشه. حالا اگه من سوالی کردم دیگه اون قسمت شما پاسخ میدی و اون به ما هست. بله خانم شهناز خزائی ممنون، ایشون هم نوشته با درود آلیست. خوشحالم که شما هم روی دوستان به اطلاع به دوستان فیسبوکی ما پیوستید و استفاده میکنید، و اما من این ایمیلی رو که درباره CNN هیرو و جیسون هست با هم ببینیم و نشون بدم اگر بتونم، و گفتم بهتون بعضی وقتا مشکل ما اینه که یه ویدیو که نشون میدیم یقمونو بعدش یوتیوب میگیره، ولی این ویدیو الان روی وبسایت CNN هست. اجازه بدید ببینم میاد یا بله، یه تبلیغ هم میدن به خوردمون با هم ببینیم، اب نداره، اینا بالاخره باید از یه جایی درآمدشون تأمین بشه. Select area اینجاست. My name is Jason Aristizabal. I have cerebral palsy. Cerebral palsy. A doctor told my mom that I would amount to nothing. All these difficult circumstances push me to be independent. I learned that I would be able to accomplish everything I put my mind to. I live in the district of Agua Blanca. It's one of the poorest areas in Cali. Many children with disabilities in Agua Blanca grow up with no type of opportunity because families don't know how to take care of them. They think that it's God's punishment. It's very important to change that way of thinking. Hola, Julia. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos para fisioterapia. I began doing therapy out of my parents' garage. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo te ha ido? The foundation now has its own location. We have therapy services. La otra. Medical treatment, school. One more request. Our greatest interest is for the children to be happy. Bravo! They sing, they play, they dance. We have transformed the lives of thousands of children. The message I want to give people with disabilities is, yes, you can. Never give up. Always fight for your dreams. بله، همونجوری که دیدید اینجا ایشون میگه پیامی که من میخوام به این افراد بدم که جامعه فکر میکنن که این یک مجازاتی که خدا براشون قائل شده، اولا این که میخواین طرز فکر اونا رو عوض کنید، دوم این که به اینا هم بگیم که شما میتونید یه کاری رو انجام بدید و ناامید نشید و نرید دنبال به اصطلاح چیزی که
گوشگیر بشین و بیفتین یه جایی و اینها. من یادمه خودم دبیر هنرستان اون موقع اسمش محمد رضا شاه بود، شده بود طالقانی، که بودم انباردار اون رشته برق آقای خوبیاری که از اهالی ابیوردی شیراز یعنی ترکای شیراز بودن، یه پسری داشت مسیب، و مسیب فوتبالیست بود، پسر قوی بود. بعد یه دفعه گویا تو فوتبال خورده بود زمین و باباشم عصبانی که این شلوار نوت پاره شده و اینها. بعد وقتی باهاش دعوا میکنه گریه میکنه پسره که بابا من الان چند مدت اینجوری هم، یه دفعه میفتم. بعد معلوم شد که این همون MS که میگن فکر کنم مشکل ماهیچه ها و اینها، ولی خب تو جامعه ای که خرافات و اینها هست اینا میگفتن، حتی خود مسیب میگم من اگه برم امام خمینی رو ببینم خوب میشه. با چه بدبختی اینو کشوندن بره اونجا. اون موقع بود که امام خمینی از توی قم از اون بالای اینجوری میکرد ساکت باشید، انسان باشید، ساکت باشید. رفت و اومد بدتر افتاد اون. بعدم شنیدم که فوت شد. بله اینا هست. و میدونم چرا پتیک میگه اینا رو نشون بدیم، چون فکر میکنه دیگرانم مثل خودش خیرن. تا گفتیم آقا این معلم دریه هست دست میکنه اینقدر میده میگه آقا برای اون بچه یه توالت بسازن، تا گفتیم آقا آقای شریفی در زندان $200 میفرسه می کمک کن. بذارید یه چیزی براتون میگم. این آقای شریفی که در زندانه بیچاره هی زنگ میزنه، حالا کار ما رو ببینید، اونایی که باید به شماره تلفن 703 زنگ بزنن به 202 زنگ میزنه، این یکی که باید به 202 زنگ بزنه و زنگ زده با هم صحبت کردیم بهش گفتم که این تلفنیه که اینجاست، برمیداره به 703 زنگ میزنه، هی 5 بار 6 بار. اون روزم همین دوستمون آقای پتی گفت از این چه خبر، گفتم والا هی پیام میذاره برم. شما اگه من بهت بگم من دو روز نصفی دارم داخل کاغذام میگردم که شماره تلفن بابای اینو پیدا کنم، باور میکنی؟ چون میدون من نه حوصله دروغ گفتن دارم نه چیزی گیر من میاد از دروغ گفتن. اینجوریه. اون دوستون میگه این کارو بکن، اون دوستون میگه ویدیو پخش کن، اون دوستون میگه آقا فلانجا آقای تبریزی 26م نمیدونم اینجا برنامه است آقای سربی اینو بگو، اون یکی میگه تو برنامه‌تون اونو بگو. بزرگترین نفرینی که میتونم در حقت کنم اینه که امیدوارم یه روزی یه برنامه یه ساعته شروع کنی، اون وقت ببینی چی میگفتن یمن آر چقدر ترسون میبره، یه چیزایی اصلا نمیدونم چی بوده کلمش. خب خانم شهناز نیرومنش، سلام میکنم خدمتتون. دوستان هنوز درباره آقای دکتر محمد علی طاهری از من سوال میکنن، با اون صحبتایی که این خانمی که تو این منطقه بود کرده بود و یه صحبتی که دوستمون از بلژیک و نروژ کرده بود، مردم گیج شدن نمیدونن کدومش درسته. یکی میگه اعدام شده، کشته شده، به اصطلاح چون اعتصاب کرده بود فوت شده، در گذشته. یکی میگه نه آقا هنوز زنده است و اینا. اگر شما دوست داشته باشید شما هم میتونید لطف کنید یا در برنامه ها شرکت کنید یا پیام بذارید، من پیام شما رو با عکستون یا اگه ویدیویی باشه با ویدیوتون پخش میکنم و به پسر گلتون سلام من رو برسونید. امیدوارم سال خوبی به اصطلاح پشت سر گذاشته باشید و سال بهتری و ایام تعطیلات بهتری در انتظارتون باشه. اگر برنامه‌ای که خودتون دارید روی تلویزیون خودتون، روی سایت خودتون این برنامه‌ور دارید، مایل هستید روی فیسبوک هم بذارید، فیسبوک ما با بیش از 8700 نفر $10 $10 یک بار میذاریم و بعدم ببینید. ببینید الان من بهتون اینجا یک سری نشون بدم که تعداد اینایی که میان و میبینن چقدره. نه ما به هیچ کس گفتیم 40 میلیون بیننده داریم، نه همچین ادعایی میکنیم. همینی که هست به قول آمریکایی‌ها what you see is what you get، همینی که میبینی. به ایرانی هم میگفتیم چی؟ هست و نیستمون جلوی دوستان هست. ببینید صفحه مردم تیوی، و باز بهتون گفتم همه اعداد و ارقام مشخصه، 8795 نفر اینجا هستن، 100% ریسپانس، 100% با دوستان. ببینید نشسته در کمتر از 2 ساعت جواب میده. همین برنامه که الان ما امروز اینجا گذاشتیم
نوشته که 48 دقیقه 57 نفر اومدن به اصطلاح دیدنش، پایین تریش که ویدیو گذاشته بودیم نوشته 137 نفر آمدن دیدن. بعد میایم اینجا برنامه های روز آقای دوشنبه، آقای نصر، دکتر نصر احمدی نگاه میکنیم. من برنامه خودم از رو فیسبوک ور میدارم، دلیلش اینه که میخوام روی یوتیوب دوستان ببینن. اجازه بدید بیایم اینجا برسیم با آقای دکتر نصر احمدی. بله ببینید اینجا دکتر نصر احمدی که میاد، این زیر نوشته 1424 نفر آمدن و اینم از دسامبر. حالا اون دوستمونم میره ویدیو میذاره جلو نور و جلو و چیز میشینه و 28 نفر میان. بله اینجا بهتون میگم شما میتونی یه کاغذی رو بنویسی بزنی در خونت، بنویسی یاردسه، فقط اینایی که تو کوچه خودتونن ببینن، یا میتونی زنگ بزنی به مجله بذاری توی آگهی، یا زنگ بزنی به فلان، میلیون ها نفر ببینن. شما هستی که انتخاب میکنی. ولی بعضی از این دوستان میگن نه آقا من فیسبوک خودم هم میلیون ها نفر میبینم. میگم آقا فیسبوک نوشته 27 نفر، تو چی میگی میلیون ها نفر؟ ساعت 2:53 دقیقه است و ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خدابندلو خواهیم بود. سلام، یک پیامی در اسکایپ فرستادم، قربان توانستید ببینید؟ چشم. من نمیدونم چرا تو اسکایپ میفرستید، خب اینجا بفرستید که ببینم. آقای محمد کرمی لطف کردن. ترک ها خلیج را عربی نامیدن، حاکمی بود که باد شکم رفع کردن را منع کرده بود. این پیام در رابطه با ویدیوهای برنامه قبلی فرستاده، ممنون و متشکرم. و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، مخصوصا این ماه، ماه دسامبر. ما هم به رسم خارجی ها شنیدم تو ایران هم الان هست، حراج کردیم. حراج اونم دروغ نیست، قیمت رو ببریم بالا بعدن 20% تخفیف بدیم. 50% از نرخی که 10 ساله از سال 2006 تا حالا نگه داشتیم 50% تخفیف میدیم. و هر کسی از ماه دسامبر آمد این و وایسه، دائم وایسه، همین نرخ ادامه خواهد یافت. اتفاقا آقای مصطفی زاده گفته بود با دوستانمون میخوایم برنامه بگیریم، گفتم بهشون بگید که این نرخ توی ماه دسامبر 50%، اول ژانویه اگه شد، حتی با آقای افشارها هم گفتم، گفتم سرمو میشکنم ولی نرخمو نمیشکنم. چون ما به این نتیجه رسیدیم وقتی به یه نفر میگی بابا این مجانی، میگی بریز دو به درد نمیخوره، باید مردمو گرون، والا گرونم چارج نمیکنیم، ولی نمیدونم دیگه توش موندم حقیقتش. زمنان اون روز دوست من سعید نوشته بود که آقا حین برنامه زنده یه نفر نوشته که برنامه اگه زنده است بگو تو من مطمئن بشم، تام گفتی بله زنده است، بعدش گفته سلام میکنم، تام گفتی سلام رو ماهد رو، یا سلام علیکم، هرچی سلام بر شما، و تو دام اینا نیفت. براش نوشتم چه دامی؟ نگفته که $100 بفرست، یه شعاری نفرستاده، یه خبر دروغ نفرستاده که من بخونم. البته شاید سعید درست میگه، شاید این پیش درآمدشه که بعدم خبر دروغ بفرسته، توی دامش بیفتم. در صورت گفتم اگرم از این به بعد کسی سوال کرد دیگه ما اسمشو نمیگیم، اولا تو فیسبوک که دیگران میبینن کی نوشته، دوم من میگیم بله اگه این برنامه رو امروز روز چهارشنبه 14 دسامبر تماشا میکردید و الان ساعت 2:55 دقیقه بعد از ظهر هست، زنده است. ضمناً این زنده بودن یا مرده بودن یا نیمه جان بودن برنامه ها چه تفاوتی داره؟ چه شما اینو الان ببینید چه امشب ببینید. من که نگفتم اگه تا 10 دقیقه دیگه زنگ بزنید مثلا این خودکار رو بهتون مجانی میدم که شما میخواد ببینید حالا وقت دارم. تازه اونا هم کلکه، اونا دیدید نوشته به 100 نفر اولی که زنگ بزنن ما مثلا اینو اینقدر میفروشیم. 2:56 دقیقه است، ازتون خداحافظی میکنم، به دیگران هم تلویزیون مردم معرفی کنید. اگر شما هم میخواین در تلویزیون مردم میتونید برنامه داشته باشید. 4-5 تا سرویس نقلی داریم، یکی ایر تایم میفروشیم، این ایر تایم میتونه به صورت زنده باشه، میتونه به صورت بازپخش باشه، یکی آگهی میتونیم براتون پخش کنیم، یکی هم روی فیسبوک وبسایت اینور اونور تبلیغ کنیم. تبلیغامون هم تا حالا جواب داده، مرسی مرسی مرسی. اگه میخواین برنامه بعدی رو ببینید و با ما همراه باشید، باید فیسبوک رو به اصطلاح بیاین اون ویدیو بالایی رو کلیک کنید و تلویزیون مردم رو هم ریفرش کنید،
بری و برگردی یاد بگیری. ممنونم از منوچه، ممنونم از پتیک عزیز و نمیخوام بگم امیدوارم، میدونم که پتیک حرف من رو چون از دل برآمد لاجرم بر دل خواهد نشست. مرسی، متشکرم.